17مین روز شهریور ماه برابر با 8 سپتامبر سال 1307 خورشیدی برابر با 1928 میلادی، افتتاح بانک ملی ایران. به موجب قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، دولت مأمور تأسیس بانکی برای پیشرفت امور بازرگانی و کشاورزی و پیشه و هنر شد. سرمایه این بانک طبق قانون 150 میلیون ریال پیش بینی شده بود که پس از مدتی 20 میلیون ریال از طرف دولت به این امر اختصاص یافت و بانک ملی ایران رسما افتتاح شد. اندکی بعد دولت حق نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی که متعلق به انگلستان بود باز خرید نمود و این حق را به بانک ملی ایران واگذار نمود. سال 1322 خورشیدی برابر با 1943 میلادی، اعلان جنگ ایران به آلمان و الحاق ایران به اعلامیه ملل متحد. با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد و وارد جنگ نشد. این عمل ایران با واکنش تند دولت‌های متفقین مواجه گردید و به سرنگونی رضا شاه و تبعید او انجامید. پس از روی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی، متفقین ایران را تحت فشار قرار داده که علیه آلمان اعلان جنگ دهد. بنابر این کشور ایران که از هر جهت تحت فشار بود، فرمان اعلام حالت مخاصمه بین دولت ایران و دولت آلمان را صادر نمود. با اعلان جنگ ایران علیه آلمان، دولت ایران به اعلامیه ملل متحد ملحق گردید. بر اساس این اعلامیه، دولت‌های متحد متعهد شدند که با استفاده از همه وسایل و منابع اقتصادی و نظامی خود، جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه دهند. سال 1355 خورشیدی برابر با 1976 میلادی، درگذشت ماو تسه‌تونگ، رهبر پیشین چین و پایه‌گذار چین کمونیست که در ایالت هونان چین به دنیا آمد. با الهام از حزب کمونیستی در شوروی، حزب کمونیست چین را با 12 عضو که خود ریاست آن را بر عهده داشت تشکیل داد. ماو در ابتدا هسته‌های اولیه ارتش سرخ چین را بنیان نهاد و به مقابله با دولت مرکزی پرداخت. وی سرانجام توانست رژیم پادشاهی را در این کشور سرنگون کرده، جمهوری خلق چین را پایگذاری کند و سریعاً دیکتاتوری کمونیستیش را برقرار سازد و با اولویت دادن به کشاورزی و صنعت، اساس پیشرفت چین را فراهم آورد. وی برنامه‌اش را با هدف به تعبیر خودش راندن پویندگان ناپشیمان سیستم سرمایه‌داری آغاز نمود، برنامه‌ای که به انقلاب فرهنگی منجر شد. ماو سپس یک موج فرهنگی با عنوان انقلاب فرهنگی در سراسر چین به راه انداخت و با سرکوب مخالفانش و انجام برخی اصلاحات، قدرت بلا منازع چین را در دست گرفت. در دوران ماو به رغم فراز و نشیب‌های فراوانی که در روند توسعه اقتصادی چین وجود داشت، تداوم انقلاب و مبارزه عقیدتی اولویت بیشتری نسبت به کسب ثروت و رشد اقتصاد داشت. در عرصه بین‌المللی نیز، هرچند رابطه آمریکا و چین کمونیست در دو دهه آغازین حکومت کمونیست‌ها بر چین تیره بود، اما این رابطه کم کم رو به بهبودی رفت و در طی سال‌های بعد روابط سیاسی چین و اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا توسعه یافت. ماو تسه‌تونگ سرانجام در سن 83 سالگی درگذشت.